De Iraanse schrijver Nassim Kaksar vluchtte in de jaren 80 naar ons land. En sindsdien beweegt hij zich tussen twee werelden. Vanuit de Utrechtse wijk Kanaleiland volgt Kaksar de politieke ontwikkelingen in Iran op de voet. En hij gaat op reis om zo dicht mogelijk bij zijn vaderland te komen. Kijkt u naar Lied van Ballingschap, een film over verlangen en ontheemdheid. آدم داستان او خانه ای دارد در یکی از محله های فقیر نشین اوترخت. تنهاست. یکی از توانایی های مشخص او بی اعتنایی به تیرهایی است که او را هدف گرفتن، تیرهای روحی و تیرهایی که آدمی را آماج خود می کنند. موسیقی گوش می کند و سعی می کند کم و بیش در ارتباط با مردم باشد. سپتامبر سال 1983 30 سپتامبر بود که من وارد هلند شدم. اون شب بود، مه بود هوا، فقط چراغ‌ها را من می‌دیدم. یعنی چراغ ماشین‌ها بود و هوای مه که وجود داشت. برای اینکه اون موقع هنوز یه امیدکی ما داشتیم، یه امید کوچکی داشتیم که شاید بعد از 3 یا 4 سال مرتبه برمیگرد. برای همین هم است که اگر گاه گاهی با خودم تنها میشم، از این پنجره به بیرون نگاه میکنم و میبینم که الان 31 سال گذشته از اون روز و از اون تاریخ. من حتی تا مدت 6 ماه 1 سال ساعتم رو هنوز به وقت ایران داشتم، به وقت هلند نبود. بعد من یادم اوائل که اومده بودم اینجا بعد از یک مدتی را می افتادم با یه قلم دفتر دستم، بعد یه محله زندگی می کردم تو زولن، انگار می خواستم اینجا رو بشناسم. تا زمانی که نوشته نشه، تو داستان در نیاد، به نظر من یه چیز تو باد هواست، یعنی هیچ. هرچی خاطره داشتم تو ایران بود، توی زادگاه هم آبادان بود، این خاطرات با من نبودن، ولی باید من اینجا خاطرات توی اوترخت پیدا میکردم. بنابراین خیابونهای اوترخت، نمیدونم موزه های اوترخت، کانال های اوترخت، جنگل های اطراف که توش قدم میزدم، کانال های آب، صحنه‌هایی که میدیدم، مردمی که میدیدم، حتی مردمی که گاهی وقتا یه چت دستشون گرفته بودن توی بارون راه میرفتن، این گاهی وقتا طوفان میومد این چت‌ها رو خراب میکرد، ولی گاهی وقتا که این بارانی میاد توی داستان میاد ثبت میشه،
دیگه تبدیل به یه چیز دیگه ای میشه به نظرم. یعنی زمانی که اول سال و روزهایی بود که اومده بودم اینجا توی هلند، یه چیزیه که هیچ چیزی توش وجود نداره، روحش جان جای دیگه است. سی سال. آها. نه بعد از سال شعبه دیگه 25 ساله میگه. همون خط اولش رو بخون. چرا تو می‌نویسم؟ چقدر از تو دورم. چقدر دلم دوری احساس می‌کنم. بچه‌ای شدم که دلم می‌خواد گون تلوی من سرم رو روی زاویه دیده باشه. من نه باور کن. خستگی رو هم نه چون هر جو اینها را به توانایی خستگی از دیدن و ویران شدن و ویرانگی ها می‌گویم. تو فانسون ها عمرم دیگه باقی مونده. عجب آها بابا برات میفرستم چای خاصی ایمیلش میکنم. باشه باشه باشه. چرا سرما خوردی نسیم؟ یه سرما خورده بودم یه دو سه روزی، الان یکم بهترم. آره آره سوپ گرم داغ بخور. باشه باشه باشه. شلغم شلغم باشه. من هم همیشه بچه ها رو از طرف من بوست کن، همه رو ناصر رو بچه ها رو کبرا رو همه رو بوست کنید. قربان خدا خدا. دارم روی متنی کار میکنم که این متن خاطرات روزهاییه که از ایران فرار کردم و به هلند اومدم. در این سفر از مسیری گذشتم، یعنی از کوههای کردستان، بعد رفتم ترکیه وان، بعد از وان رفتم آنکارا استانبول به هلند اومدم. برای نوشتن رمانی که در ذهن دارم و تحقیق درباره اون، باید راهی رو که پیموده بودم دو مرتبه طی کنم. ولی این بار برعکس. مثلا فکرشو بکن که من متوجه میشم که شخصیتی مثل دون کیشوت هست که مثلا سرزمین خودش را میفته، جهان رو میخواد بشناسه، که برمیگرده تازه میمیره. یعنی انگار مرگش تو سرزمین خودشه، زنده بودنش تو جای دیگه است. Good evening. Is this your first time in Istanbul? No. You been here before? 35 years ago also I was. You were here a long time ago. Yeah, long time ago, very okay. long time. Welcome again, sir. Oh, thank you so much. ولی الان میخوام پیداش کنم، یه بازنگری میکنم، مثل یک رنسانس. تبعید مثل رنسانس تو وجود آدم. شاید اون که جمله‌ای که من می‌نویسم که یه آدم تبعیدی سرزمین پدری یا مادری نداره،
وقتی که من اومدم اینجا گاهی وقتا تصوراتی یک نویسنده از آزادی داره و ایماژهایی که خلق میکنه تو ذهنش محدود به همون فضاییه که به حال زندگی کرده. تصور این که توی خیابونای ایران یک دختر و پسر عاشقانه همدیگر رو بغل کنن و ببوسن یک تصور خیلی انقلابی و بیرون از حدود مرزهای فرهنگی بود. ولی اینجا من یک دفعه نگاه کردم دیدم آدم همه جا هست و همه جا وقتی که ببینیش باید دربارش حرف بزنی. دنیا یک آدم تبعیدی دنیای غریبی است. اول خیال می کند خودش است و همین کولباری که به پوش بسته است. بعد اتاقکی، میزی، چراغی، قلمی و دفتری. چند تایی کتاب، نصفی انگلیسی، نصفی به زبان مادریت. اما بعد آهسته آهسته شروع می شود. میبینی خودت تو با همون حجم کوچکت تاریخی پشت سر خود داری، خاطره پشت خاطره یادت میآید. به بعد یک مرتبه میبینی موجودی که اینجا نشسته است حجمی است پوک و میان تهی که تمام وجودش در جای دیگری سیر میکند. سی و سه سال پیش من اینجا اومدم و الان داشتم میگشتم میتونم یه جایی رو پیدا کنم که اون زمانها قدم میزدم. یادم میاد که اون سال روی این سنگ ها میرفتم مینشستم با آب و نگاه میکردم توی آب ماهی های ژله بودن و تماشاشون میکردم. وقتی بالاخره من تونستم از به هلند برسم، دو ماه بعدش پلیس حمله کرد به خونه من و زنم رو دستگیر کرد. یک سال زندان بود. بعد من از اون موقع تا حالا تا 10 سال تا 15 سال همش شبا کابوس می دیدم. کابوسی که الان وقتی بعد از 10 سال اون زمان که گذشت، الان بعد از 30 سال اومدم اینجا و توی این کافه نشستم و این طرفم سلطان احمد، این طرفم دریاست، دریایی که یک زمانی قدم میزدم. ولی اون موقع که من اینجا قدم میزدم یه حالت خیلی بلا تکلیف داشتم، نمیدونستم به کجا میخوام برم و کدوم اصلا کشور درش رو من باز میکنه. ولی الان که خودم اومدم، پاسپورت دارم، نشستم توی اینجا و میخوام برم، هر چقدر دارم نزدیک میشم احساس میکنم که به چی ندارم نزدیک میشم.
پدر من یه کارگر بود، یه کارگری بود که از روستا اومده بود شهر. نصف کارگرهای آبادان تقریبا مهاجرن. البته تو خانواده من برادرم و پسر عموهای من اینا ارتباط داشتن با حزب کمونیست و حزب توده، فعالیت میکردن و نوشته ها، شعرها به کتابایی که داشتن میتونستیم بخونیم. من میدیدم از نزدیک افراد خانواده خودم رو که بزرگتر بودن که شرکت میکردن توی تظاهرات با لباس سفید، با سوار دوچرخه میشدن، حرکت میکردن. ما بچه بودیم، مدتی بود توی کوچه‌ای که خیابونی که ما بچه‌ها بازی می‌کردیم، دیدم یک آدم غریبه میومد اونجا می‌نشست، به حرفای ما رو گوش می‌داد. بعدا فهمیدم این پلیسه. تو جامعه ما سیاست نمی‌خواد بریم مطالعه کنی تا سیاسی بشی. میخوام بگم که ما یه جورایی سیاست خودش وارد میکرد، یعنی متوجه میشدی که یک اتفاقاتی داره میفته. سیاست میومد مثل یکی از اسباب اساسی خانه بود. پناهندگی یک وضعیت خاصیه که باید تجربهش میکردم و باید بخصوص وقتی که اومدم اینجا متوجه شدم. مثل زندان که با یه موقعیتی است که انسان وقتی توش قرار میگیره تعریف تازه از خودت پیدا میکنی. بعد از ظهرها معمولا هوا مهالود می شد. و نگاه کردن از پنجره بیشتر خسته‌ات می کرد. کاجها با رنگ سبزشون که کمی تیره می زد در مه پیدا و ناپیدا حالت اشباح به خود می گرفتن. و گفتگو با خود حالت گفتگو با اشباح را پیدا می کرد. و این خیلی سخت بود که آدم قبول کند با اشباح حرف بزند. شاید خیلی زود بود. اکر ازمیر اکر یا ازمیر اکر یا نده انکارا انکارا یا سنتر نده انکارا توی این خونه که بزرگ شدم، تنها چیزی که ازش یادم میاد توی اونجا خیلی حیات خیلی بزرگی داشت. بعد خونه ما روبرو به قبرستون بود، قبرستون یهودی ها. ما ضمن بازی پشت قبرستون یه گودالی بود، دیدیم یک صندوقی پیدا شده، خاکار کنار زدیم، دیدیم توی این کتاب بود. زنگا برای که به صدا در می آیند مال ارنست همینگوی، بعد
چند تا کتاب از جک لندن و ویکتور هوگو. شاه از روشن فکر میترسید. اینا میترسیدن که ساواک اینا رو دستگیر کنه. تو خونه هاشون اگه کتابی داشتن بیرون میریختن یا خاک میکردن. من از همون اول که شروع کردم به کتاب خونی فهمیدم باید کتاب ها رو از توی زیرزمین ها پیدا کرد. یادم اینا رو برای مادرم میخوندم. وقتی که غم انگیز بود مادرم گریه میکرد، منم همراهش گریه میکردم. یعنی به واقع انگار نویسنده‌ای هستم که واسطه من با دنیا، به جایی که درخت و طبیعت و گل و صداهایی باشه که با نشاط باشن، یا بیشتر مواقع یا شلاق یا صدای در باز شدن در آهنی زندان، یا تلاشی که انسان میکنه تو یک محیط خیلی تنگی که در خودش شادی رو ایجاد کنه، در خودش میل به زندگی رو ایجاد کنه. اونم سرزمینی که به خاطرش زندان کشیده بودم، به خاطرش عاشقش بودم، به فکر میکردم که در اونجا متولد میشم و میمیرم. بیست و دو ساله بودم که بازداشتم کردم. بعد موقعی که منو سوار ماشین کردن، این بار به من دست بند زدن. من فعال سیاسی هم بودم در اون زمان، با یک گروه زیرزمینی مخفی کار میکردم. من توی اتاقی حبسم کرده بودن که 30 نفر توی اون اتاق زندانی بودن و حدود 15 تا 16 نفر از اونا محکوم به اعدام بودن. آدمایی بودن روستایی که به خاطر آب جنگ کرده بودن، دعوا شده بود. میدیدم یه کسی کنار من نشسته، شب تا صبح این موهای خودش رو اینجوری هی اینجوری میکند. وقتی دستگیرم کردن، مادرم توی حیاط خونه ما زیر درخت توت ایستاده بود، با یه چشم خیلی غمگینی من نگاه میکرد. من زمان که توی هلند بودم مادرم مرد. یه مادری که تمام عمرش جستجوی اینه که پسرش رو پیدا کنه.
در سال 1988 وقتی که بیش از 4000 زندانی سیاسی رو در زندان اعدام کردند، افراد به من خبر دادن. من اون موقع برادرم هم زندان بود و بعد یک روز من این عکس رو دیدم، عکسی که دست یک جسدی از خاک بیرون افتاده بود. این دست رو تصادفاً کشف کردند و بعد فهمیدن که اینجا گور دست جمعی همه عزیزانشون است. موقعی که من این دست رو دیدم فکر کردم که این دست با من حرف میزنه، انگار داره میگه از من بنویس، از مایی که زیر خاک خوابیدیم بنویس. در این داستان میخواستم بگم من که زندانیان سیاسی ما هنوز که هنوزه چه رنجی میکشند در زندان ها. زیر خاکم اما نمردم، نه نمردم. 14 سال پیش وقتی با کامیون همراه دیگران بارمون کردند و ریختندمون توی چاله، من خودم را کشندم بیرون از خاک، یعنی دستم را کشیدم بیرون از خاک تا آبری که می‌گذرد ببیند ما اینجا هستیم. بذارم اونجا پای من بیارم. اگه عکس دیگه تیمی آوردم چی؟ مار سپاه دانشت خیلی خوشگلتر از اینان که عکسی مار سپاهش خیلی خوشگله. موقعی که معلم روستا بود خیلی قشنگی نسیم. پیر شد نه حالا هم خوب خوشگلی. نی؟ شیطان از این است. بزرگه دوم سن بعد نسیم، بعدش من اینا دوتا، این مادره، اینم مادر بزرگه، اینم بابا، همه با هم. یه روز بازار همه تعطیل هم نه؟ نمیدونم بگرنده گفتم نره بخیر بیشم. یا آروم باش خیلی، هر روز صبح می اومدن بعد دیگه اون ماه که ما همه نگران بودیم. آره آفرین. من میخوام بگم یه شرایط اینجوری بود که منو وادار میکرد که میترسیدم برای شما که مثلا تماس بگیرم یا مثلا بهتون خبر بدم. این که بود بعد از چند سال وقتی که دیدم کمی آرومتر شده میشه باهاتون تماس گرفت، اونا هم حداقل فهمیدن، این بود که من اون نامه رو برای ما مادرم نوشتم. این نامه اینقدر حفظ شده بود که دیگه نمیشد، خودش میشد حرف میزد. نسیم اینه گفت، نسیم اونه گفت، نسیم این کاره کرد. این نامه نسیم بود، نامه نسیم همش تو کرده بود داخل دستش خط بیاره. مریض شد، بعد مدتی که دیگه هرچی دکتر میبرد میشه بره وقت خوب نمیشد. خب بعد که اتفاق براش افتاده ما دیگه نتونستیم به شما بگیم، تحت تو روزنامه یه تکه نوشتیم که شما از طریق روزنامه فهمیدین. چند روز دیگه میدیم ایران؟ پنجشنبه. پنجشنبه دیگه میدیم. مرحبا. همه انتظارات ما در وهله اول این بود، ما فکر میکردیم که خمینی یک آدمی مثل گاندیه،
ما به انقلاب فکر میکردیم، به تغییر جهت فکر میکردیم، اما یه چیزی تو رویامون بود. این تصویری که یک دفعه مثلا در زندان باز بشه و مردم با یه جمعیت هزار نفری جلو در زندان بیستن و بعد من از زندان بیرون بیام. اما این رویای آزادی ما خیلی زیاد ادامه طول نکشید. با اومدن خمینی و آهسته آهسته رفت که حکومت خودش رو شکل بده. انگار یک ملتی که 60 میلیون جمعیت داشت دیگه هیچ نظری وجود نداشت، همه چیز خلاصه شده بود توی همون صدای اونا. منو دستگیر کردن. موقعی که من سر کار بودم، شکل دستگیری من مثل شکل دستگیری زمان شاه شد، یعنی عین کار سواک. من یک دفعه یاد قدیم افتادم، تو مرتبه اون رویایی که داشتم دیگه از بین رفت. من برای اولین بار از نزدیک شاهد تیربارون شدن عده‌ای بودم، اونم زنهای روسپی بودن. اینا رو جمع میکردن پشت پنجره‌ای که من خوابیده بودم، اونجا اعدام میکردن. هر کسی رو میکشتن یه صدای الله اکبر میدوند. من مرگ رو نزدیک به خودم میدیدم، مرگ رو میدیدم. اونجا من میدیدم، تو وجود اینا میدیدمش، مرگ رو. با چه کسی میتوان گفت که قلبت دارد ذره ذره آب میشود و تو صدای چکه چکه کردنهای اون را میشنوی؟ روزی میگفتی چه خوب است آدم کنار مردمش باشد و با اونها زمزمه کند، اما در پس تمام اینها دستی آهسته آهسته کابوس خودش را میبافت. این خبر دستگیری من هست که توی زندان دو مرتبه من بازداشت کردن، که به هلندی هم اینجا هست، اینجا ترجمه شده، تیکایش میخونم براتون. در ارستاسی فوند خن خاخر د دیختر انسخریفر نسیم خاکسار دی اونخفیر اخت فوند بست یارن فون زین لیفن in the martling martel kamers an gefangenissen von het voormalige pahlavi heeft doorgebracht. یک بهانه پیدا کردن، یه پرونده‌ای برای من درست کردن که دربارش نوشتم. من افتادم زندان. بعد من افتادم اونجا و
وقتی که اونجا بودن فهمیدم اینجا جاییه که معمولا میارن اعدام میکنن. زندان به من یه تجربه داد. اونجا فکر کردم که چقدر آدمی تنهاست. صدای آدم به گوش هیچ کس نمیرسه. شکنجش میکنن تو یک اتاقی که هیچ وقت صداش به گوش کسی نمیرسه. فریاداش به گوش کسی نمیرسه. من فقط میتونم حسن تو اون تاریکی بگم دراز میکشیدم روی اون تخت دو تا یه چیز حلقه آهنی شروع کردن به شلاق زدن. شلاق زدن کف پا رو میزدن. یک حس دردناکیه. یعنی اونقدر میزنن که دیگه بیهوش میشی. روز بعد این بار روی آپولو خوابوندن، با الکتریک شکنجه دادن. یک کلاه آهنی هم رو سرم میذاشتن که وقتی فریاد میزدم صداهای خودم توی این کلاه میپیچید. هلنا، روزی در زیر شکنجه صدای مادرم را شنیدم که از گلویم بیرون می آمد. صدای معصوم و غمناک، صدای بیکس، صدای مهربان و عاشق. کی این صدا در گلوی من کاشته شد؟ کاش از من می خواستی چیزی دیگری را برایت توضیح بدم. جاهایی که دیده بودم و یا از زادگاه هم برای مثال، یا از نخلها که در سایه اونها بزرگ شده بودم. هلنا، ممکن است باور نکنی ولی من اعتقاد دارم هرگز از تنه نخلی نیمکتی برای شکنجه انسان ساخته نمی شود. چوب نخل اون را پس می زند. این چیزهایی است که با من بود، هنوز هم هست. نوع شکنجه‌هایی که دارن در جمهوری اسلامی به زندانیان سیاسی میدن ابعاد خیلی غریبی داره. در زمان شاه شلاقت می‌زدن فقط به خاطر اینکه تو اعتراف بگیرن که چیکار کردی. الان شلاق می‌زنن که وجودت رو عوض کنن. یعنی اگر قدیم مسلمان نبودن مسلمان بشن. انگار که اینا شکنجه رو از یک امر مقدس کرده بودن. برای شلاق زدن انگار یک چیز عادیه و خودش رو یک جور نماینده خدا میدونه. حالا این تفسیری که این از این خدا داره، این تفسیر رو از کجا گرفته؟ مرحبا. Thank you. تشکر. تشکر. سلام. İyi günler. İyi günler. Oh, okay. Sağ ol.
Memnun oldum. Merhaba. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür. Teşekkür. Ya. Sağ ol. بعد من نگاه میکردم از من بپرسین که وطن چه معنا میده؟ آیا که وطن جایی که آبادان جایی که مادرم زیر درخت توت ایستاده و داره پسرش رو نگاه میکنه که دستگیرش کردن دارن میبرن؟ این همیشه هنوزم تو خوابهای من وجود داره. این حکومت قاتل بسیاری از دوستای من هست. بسیاری از دوستای خودم که باشون خاطرهای خیلی نزدیک داشتم با یک آرزوهایی سعید سلطانپور یکی از دوستای خیلی نزدیک من بود. اون بعد از انقلاب هم در کانون نویسندگان ایران یک دوره با هم جزء هیئت دبیران بودیم. به همین خاطر یک رابطه خیلی نزدیکی با هم دیگه داشتیم. شب عروسیش هم من اونجا بودم که ریختن توی اون خونه، پاسدارا ریختن توی اون خونه و میخواستن سعید رو دستگیر کنن و بعد محاصره کردن اون مهمانان رو، اون خونه رو، و اجازه نمیدادن کسی به طور کل از خونه بره بیرون. ولی تمام تا ساعت 10 شب که دیگه سعید رو دستگیر کردن. ما فکر میکردیم اول که سعید رو دستگیر میکنن بعد از اینکه دو ماه آزادش میکنن، به ویژه که خودش هم یک ملاقات داشته بود و بعد بر اساس نمایشنامه گارسیا لورکا میخواست یک نمایشنامه بنویسه به اسم عروسی خون، میخواست اون اجرا کنه. به مادرش هم همینو گفته بود، گفته بود که من اگه بیام بیرون میخوام عروسی خون لورکا رو روی صحنه بیارم که یک جور تمثیلی گویا از زندگی خودش باشه. ولی این فرصت هم بهش ندادن و این مهلت هم پیدا نکرد و در تیر ماه بود که سعید رو تیرباران کردن. یه هشداری بود به همه ما که اونجا رو ترک کنیم. همه اون خاطرات جزئی و اون چیزایی که من میشنیدم و گوش میدادم اینا تو یک صحبت عادی بیرون نمیاد، ولی در داستان انگار از یک جاهای خودش نشون میده و بعد پیدا میکنه خودش. برادر میخوای تو نوشتن داستان تو میخوای آزادی رو به دست بیاری، آزادی رو بگیری. وقتی تو می نویسی داستان رو انگار توی تاریکی صدای یک دیو رو می شنوی، صدای یک غولی رو می شنوی که داره فرار میکنه از مشعل نورانی که تو دستت گرفتی و داری میری. و این مشعل نورانی می تونه خیلی چیزا باشه، اون غول می تونه خیلی چیزا باشه، می تونه سانسور باشه، می تونه حکومت باشه، می تونه یک بمبستای روی یک آدم باشد. In Utrecht zijn de afgelopen dagen veel protesten tegen de opvang van nieuwe vluchtelingen. Vooral in de wijk Overvecht is veel weerstand tegen een nieuwe noodopvang voor 400 mensen. Minister Asscher begrijpt dat mensen uit de wijk Overvecht bezwaren hebben. Mensen zitten vaak in het nauw.
De werkloosheid is nog steeds heel hoog. Ook al is de economische crisis voorbij, veel mensen zijn op zoek naar werk. Mensen hebben het soms arm. So difficult situation now, I think, for the people. The asylum seekers? I know that there is something very bad happened in Köln, in Germany, and then it's more or less the same mind of the Dutch people are really poisoned by that. Because the slogan I found out, because they said, we want to protect our wife, Leibniz, Frauen, something like that. But it's strange because I wrote 10 years ago. I never wrote something like that, a poem. In this poem, I have an English translation. I can give it to you, and then I read it in Persian. You can follow me. This is okay. Yeah, the name of this angst, your fear. Yeah. از آسمان نمی ترسم که گاهی رنگ عوض می کند. از هوا نیز. از باد نمی ترسم وقتی گلدانهای بر نرده ایوانم را می لرزاند. از باران تون نیز هنگام که غافلگیرم می کند وقتی بی کلاه و چتر از خانه بیرون زدم. از شب نمی ترسم که تاریک می کند اتاقم را. از اشیا خانم می ترسم، از قفسه ها یا آشپزخانه که درهایشون باز می مانند، از قاشقی که از دستم می افتد، از شیر آب و گاز خانم که فراموش می کنم ببندم، و از حرف های همسایم که مدتی است با صورتی بسیار مهربان وقتی من را می بیند بلند اسفون. از اون در دنیا، از اون در دنیا چند کیلومتری ایران، بوی ایران، بوی آره یک باید فردا برم یک کمی نزدیکتر و دیگه تمام میشه، اون موقع دیگه خیلی بوی ایران خیلی دیگه میشنوم. نه واقعا دارم میگم ها، یعنی فکر کردم که اگرم نشه یه رمان می‌نویسم راجع به یه بابایی که این ماجرا اینه، داره میاد اینجا تا اینجا ولی با دخترش، با دخترش به بعد از همون نقطه‌ای هست که دیگه ایران را داره تماشا میکنه، نگاه میکنه و جدا شده، با همونجا اینا راه میافتن با هم دیگه و این تیکه به تیکه، یعنی یک جوری چیزی هست، یک جور آشنایی مجددیه، یعنی انگار هم بابای دختره رو میشناسه چون از خاطرات خودش به اون میگه، هم دختره راجع به اون گذشته میگه که این نبوده، و بعد همین جوری اینا تیکه به تیکه میان جلو تا برسن به چی، تا یه جای دیگه ای که اگه مثلا کجاییم الان تو وانیم، مثلا ممکنه چند کیلومتر اولین جاییه که وارد توصیه، درست اولین جایی، آفرین، درست همون روزای آخر یادم اومد،
روز آخر که مثلا فرض کن دیگه می‌خواستم خونه رو ترک کنم، نمیدونم تو خوابیده بودی. پس بابای میبوسمت، مواظب خودت باش. قربانی شکت برم بابای، فدات بشم. خدا 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 خدا. ایران؟ از قبل ایران هست. ایران هست نه. کابی که از دامنه کوههای مخملی زاگرس تا زیر آسمان مه گرفته هلند. نمیدانم بدون دفترچه یادداشت چطور می شود حادثه ها، مشاهده و احساس های اون روزهای فرارم را از ایران به درستی شرح دهم. اینها که می نویسم حافظه ای که با توجه به 71 سالگی من، گذر ایام غبار فراموشی بر بسیاری از یادهای قدیمی اون پاشیده است. در بامداد 16 خرداد 1362 با تلاطم های روحمون به چنین پرسش هایی در ذهنمون داریم به کجا می رویم؟ به چرا؟ و ما سفری تا این لحظه بی بازگشت به وطن را آغاز کنیم. من چطوری برگردم؟ در اونجا نه فقط زنده ها بلکه مرده ها هم امنیت ندارند. زندگی جای دیگر است. به پایان داستانم فکر میکنم، به حضور یا عدم حضور سایه‌ای که مدام دنبالمون میکند. تبعید نوعی برهنه کردن ماست در برابر جهانی که با سرعت از ما بیگانه میشود. De Iraanse schrijver Nassim Kaksar in Lied van Ballingschap. De film ging afgelopen week in première op het Nederlands Filmfestival.